بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ادامه بررسی ادله اثبات حقانیت فرقه بهائی، دلیل دیگری از ادله این فرقه رو خدمتون عرض میکنیم. بهاییت مدعی نسخ قرآن است و مدعی است که قرآن کریم دوره عمل به او سر رسیده است و بایستی کتاب دیگری بجز قرآن کریم مورد عمل و توجه مردم قرار بگیره. بر این اساس کتاب اقدس رو جایگزین کتاب بیان و کتاب بیان رو جایگزین کتاب شریف و ارزشمند قرآن میکنند. دو دست نوشته بشری که طی برنامه‌های پیشین بخش‌هایی از اونها رو خدمتتون عرض کردیم که ارزش و اعتبار قابل اعتنایی ندارند، اما رهبران فرقه ضاله بهائی اونها رو به عنوان کتاب‌های جایگزین قرآن کریم به پیروان خودشون معرفی کردند و به دست پیروان دادند تا اونها رو به جای قرآن کریم مورد توجه قرار بدند. اما علارغم نسخ قرآن، به آیاتی از کلام الله مجید برای اثبات حقانیت خودشون استناد میکنند و آیاتی از قرآن کریم رو سند حقانیت ادعای خودشون قرار دادند که در این جلسه و در این برنامه ما یکی از آیاتی که مورد توجه اونهاست رو مورد بررسی قرار میدیم، گرچه آیات متعددی رو اینها مورد ادعا قرار دادند و به اونها استناد کردند، اما یک نمونه که به زعم اونها مهمترین و واضحترین دلالت رو بر ادعای بهائیت داره خدمتتون عرض میکنیم تا مشتی باشد نمونه خروار و به مستاق العاقل و یکفیه الاشاره، اشارهی باشد برای صاحبان عقل و درک و فهم و صاحبان اندیشه صحیح. آیه مورد اشاره فرقه ضاله بهائیت آیه پنجم از سوره مبارکه سجده است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریف می‌فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الی فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. خداوند تبارک و تعالی تدبیر امر جهان رو میکنه و اون رو به سوی خودش به آسمان بالا میبره در یک روز، و این یک روز به اندازه هزار سال از سالیانی است که شما شمارش میکنید و محاسبه میکنید. بهائیت مدعی است که مقصود از امر در این آیه دین و مذهب است، به این معنی که خداوند تبارک و تعالی دینی رو برای مردم ارسال میکند. ثم یعرج الی، سپس این دین رو نسخ میکند، یعنی هر دینی هزار سال بیشتر فرصت دوام ندارد و پیروان یک آیین هزار سال فرصت دارند تا با آیینی متناسق باشند و دستورالعمل‌های اون آیین رو مورد توجه خودشون قرار بدند. به این ترتیب مطابق آیه کریمه قرآن مجید بایستی که پس از گذشتن هزار سال آیین اسلام از میان مردم رخت بربندد و آیین دیگری جایگزین او شود، و این کل استدلالی است که فرقه ضاله بهائیت به این آیه داره. مطابق این ادعا در یک عبارت عامیانه‌تر، هر دینی هزار سال دوام داره، هر دینی هزار سال پای داره،
اسلام هم هزار سالش گذشته، پس دیگه نوبت به آیین بعدی و دیانت بعدی است که به زعم فرقه بهایی دیانت زاله و گمراه بهایی است، که پیروان این آیین به عنوان پیروان آیین منتخب خداوند تبارک و تعالی برای این عصر و زمان برگزیده شدند. خب با هم این آیه رو یک بررسی و یک توجهی درش انجام میدیم، ببینیم آیا فرقه زاله بهائیت میتواند در این استناد صادق باشد یا مانند بقیه ادعاهاش کاذب و دروغگوست. این چیزی که بهائیت میگه مقصود از امر در این آیه دین و مذهبه. امر به معنای دین و مذهب آمده است و مطابق این کلمه خداوند تبارک و تعالی اشاره به تغییر دین داره. اما ما وقتی به قرآن کریم و لسان عرب مراجعه میکنیم، کلمه دین هیچگاه به معنی امر نیامده و امر هیچگاه به معنی دین استعمال نشده. امر به معنای فرمان آفرینش در این آیه. یدبر الامر، خداوند فرمان میدهد و تدبیر میکند خلقت و آفرینش را، این معنا رو داره. در آیات متعددی از قرآن مثل آیه 82 از سوره یاسین، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که در اینجا امر به معنای دستور الهی و فرمان الهی آمده است. در آیات دیگری از قرآن مثل آیه 50 سوره قمر، آیه 27 سوره مؤمنون، 54 سوره اعراف، 32 سوره ابراهیم و 12 از سوره نحل و 25 از سوره روم و آیات بسیار دیگری که کلمه امر در اونها استعمال شده، کلهم به معنای امر تکوینی است و فرمان آفرینش و به هیچ وجه به معنای تشریع دین نیست. از آغاز آیه کریمه روشن میشه که بهائیت دروغی بیشتر ارائه نکرده و این چیزی که امروز به عنوان ادعای خودش مبنی بر دلیلی بر حقانیتش که داره ارائه میده مانند سخنان دیگرشه. اما با این حال بقیه آیه رو هم با هم تعقیب میکنیم و وجوه مختلفش رو مورد سنجش قرار میدیم. کلمه تدبیر در این آیه وجود داره، یدبر و تدبیر میکند. کلمه تدبیر هم مطابق ادبیات قرآن کریم در مورد خلقت و آفرینش و سامان بخشیدن به وضع جهان هستی است، به معنی نازل کردن نیست. کجای این کلمه تدبیر به معنای نازل کردنه؟ پیش کدوم فرد عرب زبانی میتونید این ادعا رو بکنید که کلمه تدبیر به معنای نازل کردن و فرو فرستادن و ارسال کردنه؟ هیچ کس چنین معنایی رو نمیپذیره. در آیات دیگر قرآن هم شما هیچگاه کلمه تدبیر رو در مورد دین و مذهب ندیدید، بلکه هر جا در مورد دین و مذهب مطلبی در قرآن کریم آمده، از کلمه تشریع شرع لکم یا از کلمه تنزیل، تنزیل من رب العالمین یا انزال، انا انزلناه فی لیلة القدر، از این کلمات استفاده شده. اساسا از کلمه تدبیر هرگز استفاده نشده است. نکته بعد، آیات قبل و بعد این آیه در مورد خلقت و آفرینش جهان هستی است، مربوط به تشریع ادیان نیست. در آیه قبل گفتگو از آفرینش آسمان زمین، آسمان و زمین در 6 روز و به عبارت دیگر در 6 دوران است و در آیات بعدش سخن از آفرینش انسان. ناگفته پیداست که تناسب آیات ایجاب میکنه که این آیه هم که در وسط آیات خلقت واقع شده
مربوط به مسئله خلقت و تدبیر امر آفرینش باشه. ممکن است کسی اشکال بکنه که آیات دیگری هم هستن که آیه قبل و بعد موضوع دیگری رو تعقیب میکنه، اما آیه وسط موضوع دیگری رو، و این در قرآن نمونه هایی داره. بله این درسته، اما جایی که شأن نزول آیات با هم متحد باشه، سیاق آیات در معنا بایستی شبیه به هم باشه، و این چنینه در همه جای قرآن اینجوریه. اگر جایی دیده میشه که آیه‌ای با آیات دیگر تفاوت داره در معنا و محتوا، اون جاهایی است که شأن نزول آیات با هم متحد و واحد نیست. اما در این آیه شأن نزول آیات با هم یکیست، پس بنابراین لازمه و واجب هست که سیاق آیات هم متناسب با هم باشد. ممکنه خب فرقه زاله بهایت ادعا بکنه که این چیزیست که امروز علمای شیعه به اون متشبث شدند و این نکته ایست که در کتاب علمای شیعه امروز به خاطر رد فرقه بهایی بهشون استناد شده و به اونها توسل شده. اما ما به خاطر رفع این اتهام هم میریم سراغ کتب تفاسیری که صدها سال قبل نوشته شده. در کتبی که در مورد تفسیر نوشته شده، جالبه، یک کتاب تفسیری وجود داره به نام تفسیر مجمع البیان که مؤلفش در قرن ششم هجری زندگی میکرده، یعنی چیزی در حدود، اگر بخوایم حساب بکنیم، الان قرن پانزدهم هست و چیزی در حدود 9 قرن قبل نوشته شده و سابقه فرقه بهایی 170 ساله، 2 قرن حالا با اغماز. پس 9 قرن قبل قطعا توجهی به مسئله بهاییت نداشته، توجهی به مسئله اتمام دوره اسلام نداشته. اون روز اگر به نظر مفسر قرآن می رسید که مقصود از این از که 1000 سال دیگه اسلام، 1000 سال پس از پیامبر گرامی اسلام، پس از دوره ائمه طاهرین اسلام به انتها میرسه، اونجا اشاره به این معنا میکرد. اما میبینیم که با وجود این که در کتاب مجمع البیان مطالب متعددی وجود داره و موضوعات مختلف و احتمالات متعددی رو در معنای آیه استفاده کردند و به اونها پرداختند، هیچ جا در هیچ شکلی همچی احتمالی داده نشده، حتی به عنوان یک احتمال بعید. اساساً همچین احتمالی در بین احتمالات متعدد این کتاب و کتب دیگر تفسیری، حالا ما به عنوان نمونه چون این اثر احتمالات متعدد رو بررسی کرده به این اثر اشاره کردیم، والا آثار متعدد دیگری هم وجود داره که در هیچ کدام از اونها این احتمالی که بهاییت ارائه میده وجود نداره و خالی از هر گونه مجال برای تاخت و تاز مبلغین فرقه زاله بهاییت هست. نکته بعدی کلمه عروج هست که مبلغ بهایی با زیرکی تلاش میکنه که این کلمه رو هم از معنای اصلی و صحیح خودش تغییر بده و در معنای مورد دلخواه خودش استفاده بکنه. کلمه عروج در لغت به معنای صعود کردن و بالا رفتنه، به معنی نسخ ادیان و زائل شدن نیست. در هیچ جای قرآن هم عروج معنای نسخ نیست. این کلمه در 5 آیه از قرآن ذکر شده و در هیچ مورد هم به این معنا نیست، بلکه در مورد ادیان کلمه نسخ استفاده شده، کلمه تبدیل استفاده شده و کلماتی نظیر اینها. اساسا از کلمه عروج استفاده نکرده که بهایت با ثم یعرج الیه میخواد بگه که اون دین نسخ شده. نه خیر، هیچ ربطی هم به نسخ نداره. و تازه ماهیت ادیان و کتب آسمانی هم اینجوری نیست که بعد از اینکه دوره اونها به اتمام رسید به آسمان عروج کنند، بلکه اصول آیین‌های منسوخ باقی است. اصول ادیان که از بین نرفته، آیین حضرت آدم علیه السلام آیین توحید بود و آیین حضرت خاتم هم توحیده.
هیچ تفاوتی میان اصول دیانات متعدد در طول تاریخ وجود نداره. تمام انبیاء الهی برای اصول دین زحمات متعددی رو کشیدن و مشقات فراوانی رو تحمل کردند. اما چیزی که در آیین‌های نسخ شده تغییر میکنه شکل و شیوه عبادات و عمق معارفی است که به پیروان خودشون ارائه میکنند. هرچه که تاریخ رو به جلو حرکت میکنه، ادیانی که به وجود میان و پا بر سر حیات میگذارن برای تکامل بشر پیشرفته تر، عمیق تر و محققانه تر عرضه میشند و از اون حالت سادگی و حالت نخستین خودشون رو به سمت رشد و پیشرفت حرکت میکنند. اما صرف نظر از واژگان آیه کریمه قرآن که نقل شد که هیچ کدومشون دلالتی بر مدعای فرقی زاله بهاییت نداشت، نکات دیگری رو هم بایستی مرتوجه قرار بده. فاصله ادیان گذشته هیچ کدام هزار سال نبوده. اگر برابر اون چیزی که فرقه زاله بهاییت ادعا میکنه در این آیه، این آیه حاکی از یک سنت الهی است که خداوند تبارک و تعالی هر هزار سال بایست یک دین رو به مردم عرضه بکنه. ما مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، تحقیق و تدقیق و کنجکاوی در کلمات آیه میکنیم، میبینیم که مطابق میل بهاییت نیست. از این طرف میایم و میپذیریم، حالا بر فرض محال، که اونچه که بهاییت میگه درسته. میبینیم که این سنت هم یک سنت جاریه نیست، یک چیزیست که بهاییت از خودش جعل کرده. اگر چنین بود پس چرا فاصله میان حضرت نوح و حضرت ابراهیم 1600 ساله؟ چرا فاصله ابراهیم با حضرت موسی کمتر از 500 ساله؟ چرا فاصله حضرت موسی و حضرت مسیح بیشتر از 1500 ساله؟ چرا فاصله میان حضرت مسیح و پیامبر بزرگ اسلام 610 ساله؟ حتی به عنوان نمونه فاصله یکی از مذاهب ادیان گذشته با آیین بعد از خودش هزار سال نبوده. چگونه بهاییت این ادعا رو میکنه؟ حتی برای نمونه بهاییت همچین چیزی رو نمیتونه در تاریخ به ما نشون بده. و روشنه که این ادعا هم ادعای باطلی است. نکته بعد، گیریم که این سنت سنت جاریه بوده و میان پیامبران هم بر فرض محال این ادعایی که بهاییت میکنه صورت گرفته، چه ربطی به بهاییت داره؟ چه ربطی به بابیت داره؟ تولد علی محمد باب در سال 1235 هجری قمری است و ادعایی هم که میکنه سال 1260. با توجه به آغاز دعوت پیامبر گرامی اسلام، فاصله میان پیامبر اسلام از زمان بعثت تا زمان ادعای علی محمد شیرازی 1273 ساله. اگر فاصله میان پیامبران هزار سال باید باشه، 273 سال میان پیامبر گرامی اسلام و علی محمد شیرازی فاصله است. شما گفتید هزار سال، این 1273 ساله، چیزی نزدیک به ربع قرن و مقداری بیشتر از اون چیزی است که شما ادعا میکنید. و ربع قرن چیزی نیست که انسان در مقابل اون مسامحه بکنه. بهاییت میگه که نه، شما اینجوری حساب نکنید، دوران ائمه طاهرین هم دوره نبوت فرض میشه. یعنی پیامبر گرامی اسلام دوره خودش تنها رو نبایستی در نظر گرفت، عصر و دوره ائمه معصومین رو هم بایستی در نظر گرفت و اونا رو محاسبه کرد. خب با این وصف ما میبینیم که دوره ائمه طاهرین به ادعای بهاییت در سال 1260 علی محمد شیرازی ادعا کرده و سال 260 هم حضرت عسکری از دنیا رفته. پس این هزار سال واضحه و روشنه.
خب اگر اینجوری باشه، یعنی این سال 260 حضرت عسکری از دنیا رفته و سال 1260 علی محمد شیرازی ادعا کرده، این 1000 سال فاصله است میان باب و دوره پیامبر گرامی اسلام. اما این هم پذیرفتنی نیست، چرا که اونها گفتن دوره ائمه هم جزء دوره نبوت هست و خودشون میدانند که ائمه شیعه 11 نفر نیستند. اساساً شهرت شیعه اثناعشری با خودش هست. شیعیان 12 امامی اثناعشری کلمه ایست که واژه‌اش کاملا روشنه. ما امام 11 امام آخرمون نیست. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف امام 12 ماست. پس این ادعایی که بهایت میکنه که 1000 سال از شهادت حضرت عسکری گذشته، پس بنابراین این زمان زمان پایان دوره اسلامه، نه اینجوری نیست. مبنای باطلی که شما بنا کردید با این چیزی که دارید الان ادعا میکنید باز متفاوت میشه و بر اساس مبنای نادرست شما باز هم درست نمیشه و همچنان نادرست باقی میمونه. بهایی میگن علی محمد شیرازی علی اعوذ بالله امام 12 و همون مهدی موعود ما شیعه هاست، چیزی که حسین علی نوری، علی محمد شیرازی خودش و دیگران مکرر ادعا کردن که علی محمد شیرازی امام زمان. خب برفرض که علی محمد شیرازی استغفر الله نستجیر بالله الیاز بالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، این ادعا رو داره ایشون که خود امام زمان هست. خب علی محمد شیرازی امام 12 فرض میشه و امام 12 سلسله امامت رو تکمیل میکنه. پس پایان دوره اسلام اگر دوره نبوت به اضافه دوره امامت باشه، دوره علی محمد شیرازی رو هم باید حساب بکنیم. و چون علی محمد شیرازی در سال 1266 به جوخی اعدام سپرده شد، پس پایان دوره اسلام سال 1266ه، نه سال 260. پس اگر پایان اسلام سال 1266 باشه و این مبنایی که بهاییت قرار داده درست باشه، دین بعدی بایستی سال 2266 بایستی به وجود بیاد، نه امروز. و این هم کذب ادعای رهبران بهایی رو روشن میکنم. بهاییت آیه دیگری رو هم مورد استناد قرار داده که اگر اون استناد رو هم در اونجا گفته باشه، باز اینجا ادعای خودش رو باطل کرده. آیه 34 سوره اعراف میگه ولکل امتن اجلون فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. میگه برای هر امتی اجلی است، پس هنگامی که اجلشون بیاد نه یک ساعت تأخیر میکنه و نه یک ساعت زودتر میاد، سر ساعتی که بناست این اتفاق میفته. اسلام هم یک امته، پس امت اسلام هم عجلی دارد و با ظهور علی محمد شیرازی این عجل اتفاق افتاده. میگیم که علی محمد شیرازی در سال 1260 ادعا کرد. در چه روزی؟ در 5 جمادی الاول سال 1260. 2 ساعت و 11 دقیقه به زعم خود علی محمد شیرازی، 2 ساعت و 11 دقیقه از شب گذشته توسط علی محمد شیرازی این ادعا آغاز شد که این رو جریان بهاییت به عنوان مبدأ بهاییت به شمار میاره. خب اگر پایان دوره اسلام شهادت حضرت عسکری علیه السلام باشه، حضرت عسکری در سال در روز 8 ربیع از دنیا رفته، 8 ربیع 260. فاصله میان حضرت عسکری و علی محمد شیرازی 1000 سال نیست، 1056 روزه، 1056 روز. و در آیه مبارکه گفت و اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون، یک ساعت هم تا
تقدیم و تأخیر نداره، 56 روزه، حدود 2 ماه، و این قابل مسامحه نیست که بگیم حالا 2 ماه رو هم 1 ساعت فرض کرده، این قابل قبول و قابل پذیرش نیست. آیه دقیق میگه که فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون الساعه ولا یستأخرون. اما نکات دیگر در مورد این آیه این است که کلمه امت به معنای دین نیست، کلمه امت به معنای گروه و جمعیت. 64 بار امت در قرآن مورد استفاده قرار گرفته که حتی در 1 مورد به معنای دین استعمال نشده است، و امت تنها معنی جمعیت و گروه میده. اگر میگن امت اسلام، خب بالاخره گروهی از انسان ها هستند که اسلام رو پذیرفتند، به خاطر اینکه اینا هم بالاخره یک گروه از یک جمعیت از مردم هستند. امت به معنای جمعیت و گروه. بعد هم بر فرض تمام این حرفا، اگر سال 1260 یا حوالی سال 1260 مد نظر باشه، بر فرض در همین ایام و در همین سالها و نزدیک به همین زمان غلام احمد قادیانی در هندوستان این ادعا رو کرد و مذهبی به نام قادیانی رو راه انداخت، آیینی به نام قادیانی.